که میتونه باشه. فکر کنم دختره. سلام. چرا سر برنه؟ راست سخته. از این من پیشه کوسن. آها لیوان من اینجاست. من اینجام. سلام. سلام. قربان عزیزم. یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو دوست بشه. تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه. دوست بشی. از این گوشواره ها خیلی مود شده. آره مود شده. بعد میبینم مثلا خیلی توی این ویدیوهای اینستاگرامی و اینا هم هستش. آره بعد میرن از آمازون و اینا سفارش میدن. من که رفتم از سر کوچه. آره دقیقا همه هم اینطوره که آمازون 14 دلار. دقیقا ولی سر کوچه ما فکر کنم 100 تومن نگاه بود. نایس برد واقعی رو شما کردی. خب چطوری؟ امروز رفتم چشم پزشکی و از این قصرهایی ریختن که خیلی مردم اگه تو باز میکنه و اذیت میشی و اینا. بعد آره یکم رفتم به خاطر اینکه چیز کنم لیزی کنم چشمو. آره گفت میتونی بکنی. الان خوبه چشم؟ الان خیلی بهترم ولی تو مسیر رو اینا نورا خیلی واقعا اذیت میکرد. الان این ایداله پس برات خیلی. ولی خب چون یکی مثلا دو سه ساعت بکنم گذشته الان دیگه اوکی. سلام، اینجا پلاک 70 و ما داریم سری جدید اپیزودهای پلاک تاک رو میگیریم. پلاک تاک چیه؟ برنامه‌ای که دو نفر که تا الان دیگه رو ندیدن میان جلوی هم دیگه قرار میگیرن و با هم دیگه سعی میکنن دوست شن و اینا. یه سوال خیلی چیز. در طول هفته به صورت خلاصه چه کاری انجام میدی؟ معمولاً راجب کدوم زندگی باید صحبت کنم دقیقا؟ همین الان صبح تا عصر میرم سر کار، بعدش معمولا با دوستام سانسور مانسور چقدر باید بکنیم خودمون؟ شما راحت بشه چیز سیاسی نه یه سانسور نکنیم. چی؟ یعنی سانسور شما میکنیم. سانسور چی هستن اینجا؟ نکرم. سلام. بعدش دیگه با دوستان معمولا وقت میگذرونم، عرق میخوریم معمولا. بهترین کار. کار چیه؟ من راستش سینما خوندم و با یه گروه تئاتر کار میکنم ولی الان دیل جابم مدیر داخلی یه شرکت. از همین الان دارم شباهت ها رو میبینم. خب آنها خب اینو الان نصف ادامه بدم. اگه کیو تو جهنم ببینی خیلی میخندی. گفتن حرفای سیاسی نزنیم آخه موقع این سوال نمیشه به غیر از سیاسی جواب دار. واقعا البته اونا رو ببینم بیشه گریه میکنم تا اینکه بخندم. وای نه خیلی خنده داره. کیو ببینم خیلی میخندم. میتونم یه جواب خنده دار بدم بشه. اکسامو ببینم مثلا میخندم. که برای چی شما اینجا؟ بس سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ آره مثلا میتونم اینو بگم. ولی خب مثلا چه میدونم هیتلر رو مثلا این رو ببینی 100% خیلی عجیب و خنده دار میشه. کلن دیکتاتورهای زمان رو ببینی خب خیلی خنده دار میشه. چرا خنده دار؟ همون دیگه من گفتم گریه میکنم که آره نه ورژن خودمون رو متوجه شد. آره ولی هیتلر که خب ادعای به اشرفتن شمون همچون نه 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 واقعا خب بفرم. خب یه حیوان رو به خودت نسبت بده و بگو به نظرم که چرا. سنجاب. کلن از بچگی خیلی همه به من گفتن که شبیه سنجابی. خیلی ورجه ورجه داره و همین خیلی شیطونه شبیه. هم
غذا رو هم ذخیره میکنی یا نه؟ او آره، خودم به اینش فکر نکرده بودم. نه این کارو میکنم. گیلتی پلیجرت چیه؟ اوه این خیلی سخته واقعا. اینم چیز شد برگردونم؟ نه میدونم. اوکی گیلتی پلیجرم چیه؟ آها بعضی وقتا خب مثلا به این آهنگای خیلی پاپیولاره میدونی، چون من با خانواده حالا زندگی میکنم و اونا خب گوش میدن و برای همین یه حالت مثلا چیزی شده برم چون یاد اونا میفتم این آهنگای پاپیولاری که مثلا هستن و یه هم مثلا یه جایی میشنم ممکنه حفظ باشم میدونی، و خب یکم مثلا ممکنه خوشم بیام ممکن حضور همه حس گیلت هست و همیشه هم دوستام اینجوری هست که تو چرا اینا رو حفظی؟ یه جورایی الان برگردیم. من باید سوال بپرسم، محتوی توی کیفت چیه؟ محتواش معمولا گم شده است، چیزی که باید توش باشه بازم شباهت. ولی همین الان یا به صورت کلی؟ به نظرم به صورت کلی بگی. به صورت کلی خب خیلی معمول، ویپ هم، شارجر، سیگار، کیف پول، چیز عجیبی مثلا هیچ وقت دوش نیست. ببین همین الان یهویی مثلا چهار روزه که مایه یک نفر دیگه تو کیفمه. چه جالب، من الان تو کیفم مایه. بابا ما خیلی شبیه تموم شد، اصلا تموم شد و نفت. خیلی شوهرم بگیم بود واقعا. این تو به نظر نمیاد. اگه بتونی هر حیوانی که میخوای رام کنی و با عنوان وسیله نقلیه ازش استفاده کنی انتخابت چیه؟ نمیدونم، خیلی که های اسب آبی اومد تو نظرم. آره ولی خیلی هم ترسناک. آره رام کردنش سر بکنم سر. یاد یه ویدیو افتادم که چیزه یه هندونه کامل رو مثلا میذاشتن تو دهن اسبه و قشنگ آره اینجوری لهش میکرد. ولی خیلی گوه بودیم. آره خیلی گوه بودیم واقعا. کلن حیوانای نه چرتی میخواستم بگم. اوکی بردم نگم. حیوانای گنده رو دوست داری؟ خواستم بگم که حیوانایی که تو کنار آب و اینا زندگی میکنه، ولی اسب آبی واقعا کنار آکه بره نه، حیوانایی که کنار آب زندگی میکنن و دوست دارم. من زندگی ساحلی و اینا رو دوست دارم. به نظر چه چیزی باید قانونی باشه و چه چیزی باید غیر قانونی باشه؟ اوه آقا واقعا در نگران ساعتم نمیدونم حقیقتا کلن، یعنی یک جهان ایدئالی میتونم تصویر کنم که کلن مثلا دخالت دولت نزدیک به صفر مثلا یا حتی دولتی وجود نداره به شکل الانش، ولی اگه بخوام مثلا راجع به همین الان و شرایط فعلی صحبت کنم، خب قطعا هر چقدر که قبح قانون شکنی کمتر بشه خب در کل خیلی به نفع جامعه. چیز خاصی نیست که مثلا بگه که این نباید غیر قانونی باشه؟ چرا خب خیلی چیزا گفتن نداره دیگه فکر کنم، ولی اگه بخوام مثلا اون چیزایی رو بگم که معمولا تو لیست اولیه آدم ها نیست،
احتمالاً مثلا یک سری از روان مصرف و حمل کردن یک سری از روانگردان درست. این قسمت این یا اونه یا وجورادر که یه دوراهی جلوتون قرار میگیره و انتخاب میکنید که کدوم رو انتخاب میکنید، یه چنین چیزی. اوکی، بگید که به بزرگترین آرزوت برسی یا بتونی بزرگترین حسرت گذشتت رو جبران کنی. به بزرگترین آرزوم برسم. من همینطور. زشت و پولدار بشی یا خوشگل و فقیر؟ زشت و پولدار. خیلی داره به شار میام. خوشگل و فقیر. پول کادو بگیری یا یه نفر کادوی دستساز خودشو بهت بده؟ کادوی دستساز خودش. دیگه آدم روشم نمیشه بگه پول که حالا. هیچ وقت بچه دار نشی یا حداقل 6 تا بچه داشته باشی؟ ببخشی حواسم نبود. چه فرمیه؟ مینت آیس میخوای؟ ببخشی بیا دارم. آره. یک مسئله که با ویب داریم اصلا موضوع چیزش نیست، فقط چیزه نوره که آره ولی فکر نکنم بیفته. خیلی دیستورتد افتاد. ببین بستگی داره که بزام یا بزا. یه بار دیگه، هیچ وقت بچه دار نشی یا حداقل 6 تا بچه داشته باشی. خب به اداپشن هم قبوله یا فقط منظور زاییدنه؟ منظورم زاییدن. هیچ وقت بچه دار نشم. هیچ وقت بچه دار نشم. برده داشته باشی، لیترالی برده، یا خودت برده کسی باشی؟ الله اکبر، درست به این کار. اول تو بگو. برده داشته باشم. هیچ وقت نتونی نمک بخوری. هیچ وقت نتونی نمک بخوری یا هیچ وقت نتونی شیرینی بخوری. از شیرینی منظورم شیرین نیست، طعم شیرینه. قطعا شیرین. یعنی شکر هست شیرین نمک. شکر نمک. هر دستت 8 تا انگشت داشته باشه یا هر دستت 3 تا انگشت داشته باشه؟ 3 تا. 8 تا. توی یه شهر قدیمی توی یه شهر توی یه شهر قدیمی متروک گم بشی، دوباره اشتباه کنم باش گم بشی دیگه نمیتونم بیام توی یه شهر توی یه شهر قدیمی متروک گم بشی یا توی جنگل؟ جنگل. همیشه صدام پایین نیست، یکم بلند طرف بزنی بهتر. همیشه داد بزنی یا همیشه مجبور باشی زمزمه کنی؟ زمزمه. نه داد. وای نمیدونم. داد. آخه همینجوریش همیشه دارم داد میزنم. همیشه بدنت چسبناک باشه یا همیشه بدنت بخاره؟ خیلی عذر میخوام. فکرم چسبناکی آره بهتره، حداقل بقیه اذیت نمیشه. یک دقیقه با خود آیندت بتونی صحبت کنی یا یک دقیقه با خود گذشتت؟ چقدر گذشته؟ انتخاب کن، به انتخاب خودت.
آینده. هیچ وقت نتونی بپری یا مثل توپ شیطونک هر جا میخوری پرچیه یه چند بار؟ توپ شیطونک گزنه دوم. یا آدم فضایی ببینی یا یه پا گنده؟ آدم فضایی قطعا. کی جوابش پا گنده است؟ ابراز محبت بکنی یا بهت ابراز محبت بشه؟ بشه بکنم. روز مرگ تو بدونی یا دلیل مرگ تو؟ روزشو. همه عکسای گوشی تو بخونن یا همه تکستای گوشی تو بخونن ببینن؟ عکسام. برعکس گفتم. همه عکسای گوشی تو ببینن یا همه تکستای گوشی تو بخونن؟ عکسای گوشیمو ببینن. آره عکسامو ببینن. همه بهت احترام بذارن یا قدرت بی‌نهایت داشته باشی؟ احترام چجوری؟ واقعا خفن باشی یا از سر ترس مثلا؟ نه دیگه اون میشه قدرت بی نهایت دیگه. احترام واقعی. احترام به هم بزنم. من دوباره جمعه در این تریبونه رو اعلام کنم که این رو بهتون اعطا نمی کنیم بعد از اینا. اینا همش فرضیه. قدرت به نهایت چی شد؟ بگه اتفاق نکرده بودی. دوستان و عزیزان این بخش هم تمام شد و شما به محض برگردوندن اون ساعت شنی وارد بخش گفتگوی آزاد میشین. توی سری جدید پلاک تاک ما سعی کردیم از بغیر از خودمون از آدم‌های دیگه دعوت کنیم که بیان توی اپیزود شرکت کنن. واسه این کارم یه پست اینستا گذاشتیم و گفتیم که زیرش کامنت بذارن. ولی از این به بعد هر کی دوست داره در اپیزودهای پلاک تاک شرکت کنه زیر همین ویدیو یا ویدیوهای بعدی پلاک تاک که میاد کامنت بذاره دوست دارم با دوست تو دوست بشم. پس سوالامو تون تون بپرسم که تون جواب بده. آره سوال. پررنگترین خاطره که از کمتر از 5 سالگی داری چیه؟ این که سوار یه الوپالنگی بودم و اونی که جلوم نشسته بود خیلی توپلتر از من بود و من یادمه که به یه شیوه عجیب غریبی الوپالنگو یه جور کردم که من مثلا یا هم تراز بشیم یا که من بیام پایین تر و همه اینجوری بودن که وای تو چقدر باهوشی و الان اینا و این خیلی خاطره یه که بولد مونده تو زندگی تو خاطر مونده. چقدر جالب بود. نظر رو تقلب تو بازی چیه؟ خوبه. ترجیح میدی خیانت بکنی یا خیانت ببینی؟ خیلی سخت شد. خیانت بکنم. خیانت بکنم. آیا کاری هست که از روی ترس انجام نداده باشی یا حسرت بخوری؟ فکر میکنم نه. از روی ترس انجام نداده باشم یا داده باشم؟ نداده باشی. آها. 100% آره به نظرم. جوک محبوبه چیه؟ یادم این جوک گلابی گلابی ها رو خیلی دوست داشتم. الان دوست داری بقیه سوالامو ازت بپرسم یا دوست داری خیلی چیل تر صحبت کنیم؟ هر کنم تو دوست داشته باشی. آخ جون. اگه این خیلی سوال مهمیه. اگه بهت بگم میتونی یه بار یه دراگو تست کنی با تضمین این که درگیر اعتیاد نمیشی چه دراگو رو میتونم کنی؟ عالی. 100% هروئین. بعدی چیه؟ گذاشت دو؟ لیست خاص نیست. لیستی بکنم. آره. تابویی که دوست داری بشکنی چیه؟ تابو نه اسم میکنم هنوز هوموسکشوال بودن تو ایران تابوه. نه درست میگم؟ آره دوست دارم شکسته شه واقعا چون که اسم میکنم بیشتر جهان بیشتر جواز میکنم یعنی بیشتر کشورهای مثلا جهان اولی اونه واقعا خیلی اوکی شدن ولی تو ایران خیلی عقب تریم و هنوز خیلی تابوه.
اگه بخوای به جنگی چه سلاحی رو انتخاب میکنی؟ کاتانا. آره کاتانا میگن؟ آره. یه شخصیت فیکشنال به خودت نسبت بده؟ تن تن. بزرگترین ترس زندگی؟ ببین واقعا بزرگترینشو بگو. آره. مثلا فکر کن همه بقیه دنیا نباشن یا همه ازش ازت بدشون بیاد همه. آره راست. ولی مامانت باشه. بچرخونید در ادامه بگید. اوکی. آره فکر کنم چی بزرگترین ترس زندگی دیگه. آره این که منفور باشم پیش همه. آره واقعا این بزرگترین ترس. اگه قوله چراغ جادو داشتی سفر عرضه چی بود؟ نه میشه من این آبتر رو میشونم. اگه بتونی یه چیزی رو تو دنیا تغییر بدی چیه؟ نه فکرم همی که مثلا جنگ نباشه و اینا پیس میشه. یه دقیقه سکوت کنی بابا. به نظر بزرگترین حسرتی که در لحظه مرگ خواهی داشت چیه؟ یهو خیلی جدی شد. آخه میتونم تا این سنم رو واقعا بگم دیگه. میتونی تا اون موقع رو که نمیتونم چه حسرتی بزرگتر میشه. ولی شاید اینکه به خودم مثلا خیلی وقتا سخت گرفتم بیش از حد. میدونی مثلا بیش از حد سخت گرفتم و اونقدر که مثلا میتونستم عشق بدم و مثلا راحت باشم این کار نکردم. بله. سخت. سوال سخت. اسمت چی بود؟ اینجا نمشت فایزه. مرسی. اونجا ننوشته بود. به خدا اینجا نوشته. به خدا. میخوای راجع به چی حرف بزنیم؟ دانشگاه و این صحبت ها. باشی کجا درس خوندی؟ تورنتو. تورنتو؟ منم سینما خوندم. اه نایس گجا. سوره تهران. بعد الان با چه گروهی تئاتر کار میکنی؟ ویلان توی کانادا. پیام سعیدی و گلزار. من تئاتر کار میکنم. بعد چی کار میکنی؟ من با یه گروه تئاتر الان دارم کار میکنم. دیونیسوس اسمشون. سیاوش پاکراه و گروه همون. به جز اونم کلن تو گروه های مختلفی حالا بودم دیگه. یه پرفرمنسی هم حالا به تازگی قراره اجرا بدیم. ای من بیا ببینم. بیا حتما بیا. آختیم دیگه. چند ساله ده؟ 26. ای 26. آره منم 26. اینو پشت دوربین گفته بودیم ولی اینجا هم گفتم دیگه. از که رفتی کانادا؟ من سال 2017 رفتم. کرونا که شد برگشتم و تصمیم بود که بمونم. به دلایلی نشد. هی در رفت آمد. من در رفتم. تمام شد بازی؟ میرسیم به بخش نهایی. آقا یه دقیقه دو من واقعا معذرت میخوام. نمیم جدیدن حافظم چرا اینطوری شده. اسمم میخواد؟ نه نه چطور بود گیتا؟ خیلی
خیلی باحال بود. کلا به نظر من خیلی کار باحال و جالبیه این کار، خصوصا خیلی خوب بودش، خیلی سریع تموم شدش، ولی بیتار که شنختم واقعا خیلی جالب بود برام. اینکه خیلی هم تفاهم داشتیم توی زندگیامون باز خیلی جالب تر بود، ولی خب داشت خیلی دوست داشتم راجع مثلا سفر و اینجور چیزا هم ازش بپرسم، مثلا یادم رفت کامل، ولی کلا که بگم که خیلی خوش گذشت. آره خیلی خندید. یه ذره کلا جامعه داره از این فازی که تالاچوسی بیاین واسه هم دیگه و اینا فاصله میگیره، به نظرم کلا خیلی هیجان انگیزتر شده دوست پیدا کردن و با فازم خیلی حال کردم، امیدوارم با هم دوست بمونیم. به نظر بیتا چه جور آدمیه؟ آدم خیلی بگم چیز ادونچر هستش. آره خیلی مثلا گشت و گذار میکنه و آدم خلاقی هم به نظرم میاد. جدای از اون بعضم زندگی عجیبی داشته و بعضم کلا خیلی شبیه همین. آره شباهت زیادی دیدم. و به نظرت فائزه چه جور آدمی بود؟ فائزه آدم جالب و محترمی به نظرم اومد دیگه. خیلی جالب بود تفاهمی که داشتیم، یعنی مثلا تو وجود ردرا فائزه یه چیزی میگفت، من بلافاصله همون چیزو میگفتم. باحال بود. به نظرت ارتباطت با بیتا چطوری پیش میره در آینده؟ اگه که بمونه ایران که فکر کنم که همدیگر ببینیم و کلی خوش بگذرونیم، چون فهمیدم که مثلا پاتوقای یکی هم داریم، ولی به جز اونم اگه دوست داشته باشه که من خیلی دوست دارم حالا رفاقتمو بیشتر ادامه بدم، مخصوصا حالا راجع به سینما و اینا حرف بزنیم، چون پشت دوربین هم داشتیم صحبت میکنیم که مثلا تو کانادا چه جوریه، حالا سینما خوندن تو ایران چه جوریه، راجع به سینما تئاتر اینجور چیزا میتونیم خیلی با هم دیگه صحبت بکنیم. و میشه بگی سابسکرایبمون کنن و کامنت بذارن و لایک کنن و اینجور چیزا؟ جرات داریم نکنی بکن ببینم والا سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، جوون ایرانی همدیگر رو ساپورت کنین بابا، چه وضعشه. دمتون گرم، چاکرم، مخلص، قربونتون برم، نوکرم. خیلی ممنونم که اومدی و مهمون پلاک 70 بودی. مرسی، من خیلی خوشحال شدم. همچنین قربونه. مرسی که امشب مهمون ما بودی و همین. مرسی از شما. بریم ببینیم. اینو الاس گفتم خدایش. چی میگن؟ بریم بیایم. کجا میایم؟ هر نیست بیایم. بریم. من نه. بریم. چشمم بزنی سلطانی نیست. بعد بری سینما. آره. چشمم بزنی سلطانی نیست. آجی رو بزن کلی میخندی. بعدش هم برنامه‌اش بری بزن. این برای کار علیه، این اینجوری داد. این برای حل بشه تو موبل هستم.